افغانستان در فراز فرداهای بهتر یا فرود آینده های ناروشن؟ آیا رویای صلح به واقعیت مبدل خواهد شد؟ یا این صفحه تاریخ کشور همچنان سرخ خواهد ماند؟ امریکا به دنبال خروج از افغانستان است یا آوردن صلح به این کشور؟ اما آیا طالبان پس از 17 سال نبرد اکنون در پی شریک شدن در قدرت هستند یا هم گرفتن قدرت؟ مهمان من در این گفتگو کسی است که باور دارد صلح برای صلح صلح می آورد. از همین رو صلح را باید برای صلح خواست، نه برای جنگ. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی کشور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور. آقای نبیل، ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. تشکر، بسیار جات خوش آمدید. بخیر باشین. آیا گفتگوهای صلح در مسیر درست به پیش می روند؟ خب تشکر بسیار جات. بسم الله الرحمن الرحیم. بدون شک صلح یک خواست جمعی مردم افغانستان است، چون قربانی اصلی این جنگ مردم افغانستان است، از اقشار مختلف، از طایفه‌های مختلف. قربانی هایی که ما در 18 سال یا در مجموع در 40 سال دادیم، اهمیت صلح را بیشتر مردم افغانستان میفهمند و یک ضرورت است صلح. اما آنچه که تا به حال به نام صلح در قطر میگذره، متاسفانه مردم افغانستان من حیث قربانی اصلی از این پروسه غایب هستند، چون بیشتر مذاکرات قطر تا به حال در محور پاکستان، طالبان و امریکا میچرخه و ما متاسفانه با 5 لایه چالش به نظر ما در این پروسه تا به حال روبرو هستیم. از یک طرف حکومت بسیار ضعیف که میتوان گفت که نمایندگی تمام اقشار مردم افغانستان متاسفانه کرده نمیتونه، چون در آوردن اجماع سیاسی موفق نیستند تا از این حیث یک دستاورد یا یک وزنه در این مذاکرات صلح استفاده میکردن. دوم چالش پراگندگی سیاسیون ما و نداشتن یک برنامه واحد، این هم خودش یک چالش است. مسئله سوم عجله ایالات متحده امریکا به خروج که اونا میخواین بنابر دلایل مختلفی که خودشان دارن و وضعیت داخلی خود ایالات متحده امریکا و انتخاباتشان بعض مسائل دیگه، اونا میخواین که به عجله از افغانستان خارج شوند. چالش یا لایه چهارم چالش هم دید متفاوت کشورهای همسایه به پروسه صلح در افغانستان، یک اجماع نبود یا به اصطلاح عبارت دیگر نبود یک اجماع منطقوی است. و پنجم از همه مهمتر پاکستان که همیشه در تلاش بوده که در افغانستان یک نظام باثبات ما نداشته باشیم. یعنی 5 لایه چالش هم در عین وقت هم ردیف شدن که پروسه صلح ما شما را بسیار به چالش مواجه ساختن. با وجود اینمی 5 حلقه چالش که شما نام بردین، آیا پیشرفتی ما میتونیم بگوییم که داشتیم یا داریم در گفتگوهای صلح تا فعلا؟ خب قسمی که خدمتتان گفتم، تا بال ما من حیث قربانی های اصلی جنگ از این پروسه غایب هستیم. من بیشتر اگر چون این وضعیت دوام میکنه، ایره بیشتر به نفع پاکستان میبینم، به نفع طالب میبینم تا به نفع مردم افغانستان. الا ای که ما سوالایی که داریم، تشویشایی که داریم، او از بسیار واضح او رفع شود. دو تا سوال کلانی که پیش شما حل نشده تا فعلا در گفتگوهای صلح چی است؟ خب میشه من 3 سوال اجازه باشه. یکی که طالب در نظام مدغم میشه یا نظام میخواهند طالب مدغم کنن، یعنی به این معنا که ما جمهوری اسلامی افغانستان میداشته باشیم یا یک چیز بیرون از این تایتل. دوم، با کدام تضمینای وجود داره که یک قسمت از طالبا برای پروسه صلح گویا میپیوندن و یک ماشین جنگی از اینا، قسمی که ما از تجربه از گذشته هم تجربه داریم، او ماشین جنگی فعال میمونه و به دست پاکستان میمونه. یعنی کدام تضمینای وجود داره که پاکستان میخواد که افغانستان صلح بیه؟ و سومم، اگر به کدام توافقات ما میرسیم،
کدام تضمینا یا مکانیزمی وجود داره که از این تعهدات نظارت کنن. تشویش ما ایست در صورت که نیروهای امریکا از افغانستان خارج میشد، او تشویش کلان نیست. تشویش است که بعد از او چی واقع میشه، آیا تعهداتی که صورت میگیره و او پابند همه جوانب میمانه یا نه. خیر، پیش از این شما گفتین که صف جنگی طالبا در حال تقویت شدن است و همزمان با این که اونا به میز گفتگو حاضر هستن، بخش جنگی شان هم نیرومند میسازن و از یک نوع آمادگی در صف طالبا شما سخن گفتین، به چی معناست؟ آیا فصل جنگی آینده خشونت بارتر خواهد بود؟ ما شما بیاد داریم زمانی که قوتهای شوروی وقت از افغانستان خارج شدن، یک تعداد رهبرهای جهادی تمایل داشتن که با حکومت وقت وارد گفتگوها شوند، اما پاکستان با دید متفاوتی که بر افغانستان داشت، اونا مستقیما با بعضی قماندانا در تماس شدن و تقریبا رهبرهای جهادی وقت منزوی ساختن و قماندانای جنگی یا ماشین جنگی طالبان را مستقیما اینا اکمال میکردن که در او زمان به نام مقامات یاد میشد و اکثرا قماندان صاحبای مشهور جهاد اونا که ماشین اصلی جنگ در او وقت بودن، اونا حاضر به صلح نشدن تا بالاخره جنگ برای 2 سال 3 سال بعد هم دوام دادن و نتیجه شما دیدیم که باعث یک فاجعه شد افغانستان. تا جایی که من معلومات دارم، پاکستان با عین یک برنامه میخوان یک تعداد طالبایی که تقریبا طالبای بعضشان طالبای مساجد افغانستان بودن یا ملاهای مساجد افغانستان بودن، یک کم و بیش حس ارتباط افغانستان دارن، اونا را میخواین در این پروسه شامل بسازن، اما همزمان تعینات بسیار جدیدی در سطح والی یا نامنهادشان یا مسئولین استخباراتیشان یا قماندانهای جنگیشان در هفته های اخیر یا ماه های اخیر اینا داشتن که بیشتر نسل جوان طالبا که در کراچی و در دیگر جایها اینا تعلیمات نظامی دیدن و اصلا از تاریخ افغانستان، از ارزش های افغانستان اینا بسیار آگاه نیستن و بیشتر اتکا دارن به خشونت. ما با این معلومات و با این تحلیلی که از گذشته داریم، ما فکر میکنم که از یک طرف ما مصروف صلح هستیم، از دیگر طرف مشروعیت نظام اینا میخواین زیر سوال ببرن، از طرف دیگر باعث از ایجاد شدن که نیروی قوت‌های خارجی از افغانستان بره و از طرف دیگر فشار از پاکستان کم شود، اما ماشین جنگی طالب دوام خواهد کرد. پس هشداری که شما از تکرار دوره دکتر نجیب الله دادین برخواسته از اینمی تصویری است که با خود دارین؟ دقیق، ما باید سوال را حل کنیم. با وجودی که در افغانستان تغییرات بسیار زیادی آمده نسبت به اون زمان، ما یک نسل نو داریم که ما شما میبینیم دیدگاه متفاوت داره نسبت به قضای افغانستان. در سال 1996 وقتی که زمانی که طالبا کابل گرفتن یا ظهورشان در سال 1994 بیشتر از بی‌نظامی بود. مردم وقتی که به طرف طالب رجوع کردن، بیشتر ما چون نظام نداشتیم، حال نظام داریم، صرف نظر از اینکه در رأس نظام به چی ضعف‌هایی وجود داره که در اول خدمتتان عرض کردم که یکی از لایه‌های چالش خود حکومت ضعف حکومت است که اینا نتونستن اجماع سیاسی را بیارن، اما در پولی از او ما متاسفانه در منطقه هم از وضعیت خوب برخوردار نیستیم. تقریبا کشورهای همسایه و یا کسایی که در افغانستان در قضای افغانستان دخیل هستن، مثل ایران، مثل روسیه، مثل حتی چین و فرزن پاکستان که تقریبا بازیگر اصلی بازی های تروریستی در منطقه است، اونا و طالبا با یک دید یا یک تفاهم استراتژیک تقریبا رسیدن. این خودش ما را متفاوت از وضعیت می سازه. این تفاهم استراتژیک چی است؟ بعد از 2014 بعضی قضایایی که در افغانستان حساب رخ داد یا فرزن ظهور داعش یا بعضی مسائل دیگه باعث شد که این کشورها با طالبا به این تفاهم برسن که گویا نیروهای خارجی در افغانستان نباشن و شما میبینین که ایران علنی اعلان کردن و در سفر اخیره که تا جایی که من معلومات دارم مشاور امنیتی ملی ایران به افغانستان داشتن، بحثی با رئیس جمهور اشرف غنی داشتن و بعدش هم
اقرار کردن که بعضی از اراکین دولت شما برای ما اجازه داده که جهت جلوگیری داعش با طالب وارد مذاکرات و حتی با اونا کمک های صورت بگیره، کمک های تسلیحاتی یا مالی تقریبا همش. ما شما دیدیم سر صدای سال گذشته که طالب ها در غرب افغانستان مجهز با نایت ویژن یا دوربین های شب که میگن شدن، مثلا سلاح جدید به دست آوردن و ایر از ایران به دست آوردن، از ایران به دست آوردن دستور یا موافقه برخی از مقامات حکومتی، مقامات برحال حکومتی، برحال نخیر کسایی که در حکومت بودن، اونا به این عنوان که گویا طالب میتونه که جلوی داعش بگیره، یا فرضاً روابط روسیه که کاملا علنی شده با طالبا، روابط پاکستان که پاکستان تانست اما حلقه پالیسی ساز و یا حلقه استراتژیک طالبا به دست خود بگیره، دیگه فشار بین‌المللی از خود تقسیم کنه، ایران مثلا روسیه و فرضاً کشورهای دیگه. ولی در داخل هم متاسفانه ما شما میبینیم یک تقابل روان است که هر بزرگ سیاسی ما کوش میکنه که نشان بده که با طالب روابط بیشتر داره. بسیار خوب، پس شما دارین میگین که صلح با طالب به معنای پایان جنگ در افغانستان نیست. خب این باید روشن شوه. نتیجه مذاکرات قطر یک بحث است، ما مرحله دوم برای ما بسیار جدی و مهم است، او صحبت مستقیم طالبا با نماینده های مردم افغانستان. وقتی که میگم نماینده های مردم افغانستان، او باید یک چتری باشه که در او هم حکومت من حیث یک حکومتی که تقریبا در رأس نظام قرار داره و هم بعض سیاسیون که میتونن یک نقش مثبت را داریه. ولی ما چتر تا فعلا نداریم، 17 سال میگذره هنوز هم این چتری کلان ملی که شما میگین شکل نگرفته. شما نشست های پراگنده را در مسکو و در دیگه جای ها شاهد بودیم. مشکل ما همیست، مشکل ما یکی از مشکلات، ما خدمتتان گفتم که ما در چندین لایه چالش سال ما قرار داره، یکی از اون چالش ها همیست که ما اجماع سیاسی و اجتماعی را متاسفانه به وجود آورده نتانستیم. چرا آقای نبیل؟ کی مقصر است؟ خب مقصر بدون شک حکومت است، رهبری حکومت است. اونا باید از بعض مسائل بگذارن، از حرکات احساساتی بگذارن، یک دید استراتژیک برای قضای افغانستان ببینن. یکی مسائل تکتیکی روزمره سیاسی ماست، یکی بقای افغانستان و نظام در کل است. در این همه ما مسئولیت داریم که به یک صف واحد استاد شویم. اما متاسفانه و در پلی از سیاسیون ما دیگه ما بیرون از حکومت که هستن، اختلافشان و مقبولیشان با نظام یا حکومت، بیشتر حکومت بگویم، تکتیکی است. اگر داخل یک بحث مقطعی با حکومت بودن، حکومت خوب است، اگر بیرون از حکومت بودن، حکومت بد است. خب یعنی در مسائل کلان ملی این ضرور است. پس اینمی پراگندگی و نبودن یک صف واحد حتی بقای افغانستان با خطر روبرو ساخته. این مربوط به این میشه که ما در بحث دوم وقتی که در مستقیما قسمی که پیشتر گفتم، ما از مذاکرات صلح که در قطر صورت میگیره ما غایب هستیم. بسیاری مسائل قضایا در ارتباط افغانستان و نظام افغانستان و سلامت نظام افغانستان، اگر این شرط در بحث قطر مانده شود که باید با حکومت افغانستان یا همی چتر سیاسی افغانستان که حکومت و مردم افغانستان دو شامل باشه، دو اگر ما بتانیم مدیریت خوب کنیم، به نظر من فرصت های وجود داره. اگر با می پراگندگی ها ما میریم، یا در صورتی که طالب وارد گفتگو میشه بعد از تفاهم با ایالات متحده امریکا و شرایط خود برای حکومت افغانستان یا نظام افغانستان بالا میبرن، ای باز چالش است. و شما در نشست مسکو دعوت شده بودین؟ ما از همکارای از تیم ما دعوت شده بود، جناس مراد دعوت شده بود، اعلامیه دادن به دلیل از این که اونا خودشان در ساختار اردو از اوائل شریک بودن و حرفای اخیری که آقای عباس دانگزی به ارتباط اردو داشت رسما به حساب احتجاج
نخواستند و اشتراک کنند. دوستای دیگه ای که دعوت شده بودند بعضشون اشتراک نکردند. ما یک نوشته شما را دیدم، نوشته بودین که توطئه تکراری است اما دفع آن باید متفاوت باشه. گفتین با دیدن صحنه ها و بحث های اشتراک کنندگان نشست مسکو و سخنان اخیر رئیس جمهور واقعا شرمیدم. چیز شما را واقعا شرماند آقای نبیل؟ اول خب جای شرمی است که ما فرضاً در فاصله یا در شعاع 500 متری یا کیلومتری هر گج ما آورده نتانسته. رئیس بجرایه به یک فکر بودن، کرزای سب رئیس جمهوری اسبق به دیگه فکر بودن، صدارت که در اوج مثل معاون اول، معاون دوم، هر دو معاونین اجرایه و وزارت خارجه که اینا تقریبا دیوال مشترک با ارگ دارن، ما نتانستیم دیگه یک اجماع بیاریم، اما رفتیم مسکو سر و صدای اجماعی. و از امی شما شرمیدین که ما چرا پراگنده هستیم؟ چرا پراگنده هستیم؟ توطئه تکراری چی بوده؟ توطئه تکراری قسمی که پیشتر گفتم که پاکستان برنامه خود داره و ما امی چهار پنج لایه خطر که خدمتتان گفتم، ما در چنین یک وضعیت ما قرار داریم که باید ایره دفع متفاوت داشته باشیم. توطئه که در زمان دکتر نجیب الله صورت گرفت، عجله قوات های خارجی بود، بعدش پراگندگی داخل نظام بود و بعدش هم بازی های استخباراتی و نظامی پاکستان بود. آیا امریکا به دنبال خروج کامل از افغانستان است؟ این باید وضاحت بتن. متاسفانه چیزی که در پشت درهای بسته در قطر میگذره او بسیار با نه به سیاسیون، نه به حکومت، نه به سیاسیون و نه به جامعه ما، به مردم ما شریک میشه. من فکر میکنم که بیشتر بحث باید سرازی باشه که خب در تصویر کلان نقش طالبا یا بعض سیاسیون در آینده چی خواد باشه، چون وقتی که طالبا میان بحث این بر میان میارن که از افغانستان بالای کشورهای همسایه حملات صورت نخواد گرفت، همین بسیار مهم است. این به چی معناست؟ این به این معناست که اینا میخواین که در اقتدار باشن، اقتدار به دست از اونا باشه و اینا تضمینا بتن، در حالی که حکومت افغانستان با ایالات متحده امریکا قرارداد امنیتی داره، ما بیسه داریم در این مسائل، در او شریک است. اما چرا چگونه فرزند طالب میتونه تضمینه کنه که بدون از اینکه تضمینای برعکس گرفته شوه که کشورهای همسایه در امور افغانستان مداخله نخواد کرد، گروپ های تروریستی را حمایت نخواد کرد، ما تضمین، این طالب تضمین میتن، مانایش است که بحثی است که باید مردم افغانستان او را بدانند. قسمی که پیشتر خدمتتان گفتم بسیار ساده اگه بگویم، این سوال تا بال حل نیست که نظام در طالب مدعم میشه، نظام فعلی یا طالب در نظام. شما چی فکر میکنید؟ ما خب ما نمیخوایم که در ارتباط مردم ما را به تشویش بندازم یا به اصطلاح یک دید متفاوت داشته باشیم. خوب است که ما منتظر بانیم که آیا ایالات متحده امریکا و دیگر متحدینی که در این قضایا دخیل هستند، طالبا را وادار کرده میتونن که با حکومت افغانستان یا چتر سیاسی افغانستان که حکومت شامل باشه وادارن که صحبتی داشته باشن. نشست بعدی میان یک تیم سیاسی که به مسکو رفت شاید افزوده شده به این تیم، احتمال داره حکومت هم نماینده هایش بفرسته در دو هست، شما شرکت میکنید؟ هرگاه اجندای بحث بفهمیم، مسائل پروتوکولش بفهمیم. من از یک مسئله انتقاد من سر نشست مسکو ای بود، من بدون شک بعض دوستایی که از اینجا رفتن، بزرگایی که از اینجا رفتن به نیت نیک رفتن، اما دستاورد اصلی را به نظر ما طالب داشتن به چند دلیل. اول طالبا دوری 18 ساله را اشغال خواندن، اما مقابلش هیچ کس عکس العمل نشان نداد که نخیر اشغال نیست، این به اساس شرایط و به اساس توافقی. دوم مثلا اینا جمهوری اسلامی افغانستان قبول نکردن، ما بسیار دفاع از این نکردیم، گفتن نظام اسلامی، ما در حال که ما جمهوری اسلامی افغانستان، ولی زیر بیرق جمهوری اسلامی افغانستان نشستن. خب
یعنی زیاد چی نیست. ما هم ممکن از این طرف هم مسئله در اشتراک کردن با خلاف امو پروتکل مثلا ما یک دفتر کوچک طالبا معاونش بودن، از طرف ما یک جنای بسیار سنگی وزمین سیاسی بودن. مسئله سوم خروج نیروهای امریکایی در دو طرف خواستن که دیو باید بعض شرایط مانده میشد که در صورت ما از این طرف ما با او توافق داریم که اونا بس تضمینایی که باید داده میشه. و مسئله سوم خود قطر، یک پروسه قطر، اگر پروسه مسکو به هماهنگی با پروسه قطر می بود بسیار خوب می بود، اما متاسفانه من فکر می کنم که ما هر قدر آدرس های متفاوت برای صلح ایجاد میکنیم، اگر این مذاکرات بیشتر و طول می انجامه، در این صورت ما باید حس جنگ های نیابتی را پیش از پیش حس کنیم، جنگ های نیابتی را. پس خطر جنگ نیابتی رفع نشده اگر گفتگوها با طالبا در قطر به نتیجه هم برسه؟ خب یک دلیل شایدی باشه که بعض کشورها شاید از این به تشویش باشه، در صورت که امریکا به جلم می براین و افغانستان دچار یک بحران میشه، اونا نمی خواهند که حساب از این بحران حساب خلای خلق شوه که باعث مشکلات برای زو کشورها شود. یک دید شاید ای باشه، اما در پالی از این بسیار مهم است که ما وضاحت های داشته باشیم. متاسفانه تا بالی ما سه گمشده بسیار جدی داریم. یکی وضاحت نداریم، دوم تعهدات بسیار تعریف واضح نشده کدام تعهدات ما داریم، و سوم ما برای مثال به نام پروسه صلح تا بالی یک ویژن، یک دیدگاه بسیار واضح نداریم که بالاخره صلح ما را به صلح میکشونه یا خدای ناخواسته این پروسه صلح ما را به یک طرف یک چالش و مشکل دیگه میبره. آقای نبیل، راهکاری که حکومت داره بر صلح و تیمی که به خاطر گفتگو با طالبان ساخته، بر دیگرها قابل قبول نبوده و علتش همی شد که نشست مسکو رخ بده که شما به سود افغانستان ندانستین اون نشسته، چقدر قابل قبول است، چقدر مؤثر بوده یا کافی و بسنده است به خاطر سود؟ من قسمی که بیشتر گفتم که بعد ما از در مسائل کلان ملی باید یک دید استراتژیک واحد داشته باشیم. حکومت اشتباهی بسیار کلان کرد. خوب میفهمیدن که این کمیسیون یا که تعیین شد برای مذاکرات او نمیتونست که از تمام مردم افغانستان، زخشار مختلف افغانستان، با احترام به شخصیت و جایگاهشون، همشون مردم های محترم افغانستان هستن، شهروند های محترم افغانستان هستن، اما باید قضایا را از هر قضیه که به اساس یک دلیل ببینیم. مسئله صلح افغانستان، جنگ 40 سال باز 18 سال اخیر، فکر میکنم که از توان کمیسیون بسیار بیرون بود. خوب بود که حکومت بیشتر تاکیدشان بالای یک اجماع سرتاسری می بود. درست است در هر کشور اختلاف سیاسیون بین خود اختلافات می داشته باشند، اما مسائل کلان ملی وقتی که پیش میه همشون در یک صف واحد استاد میشن. اما متاسفانه نه این صلابت و حساب دیدگاه در حکومت بود و نه هم متاسفانه سیاسیون اما فکر منسجم کرده تانستن. یعنی تقریبا حتی نشست مسکو بسیاری از دید کمپاینی میبینم، یک افغانستان شمول حیاتی نبود. تصمیمی شده که لوی جرگه مشورتی صلح برگزار شوه به خاطر یک دیدگاه همگانی یا هم ملی، و هم حکومت تصمیم داره ظاهرا که تغییراتی را بیاره در تیمی گفتگو کنندهش با طالبان. چقدر جلوی پراگندگی ها را میگیره این دو اقدام و مؤثر است برای رسیدن به صلح؟ خب جرگه چون فضای بی‌اعتمادی است متاسفانه، تا بالا در ارتباط جرگه بسیار وضاحت های وجود نداره، چون اجندای جرگه معلوم نیست، طریقه انتخاب اشتراک کننده جرگه معلوم نیست. اگر بیشتر رنگ و بوی حکومتی داشته باشه و افراد اشخاص از طریق والیا و بعض مسئولین حکومت تعیین شوه و اجنده هم معلوم نباشه، فکر میکنم که بیشتر با یک دید متفاوت نگاه خواهد شد
و او یک اجتماعی سیاسی و اجتماعی را به وجود نخواهد آورد. شما شرکت خواهید کرد؟ در صورتی که اجندای بسیار مشخص واضح باشد. حکومت گفته درباره صلح رایزنی میشه، خطوط سرخ حکومت و مردم افغانستان روشن میشه به خاطر گفتگوها و یک اجتماعی ملی به میان میاد. ما خدمتتون گفتم چون اکثرا بسیاری موارد وعده‌ای داده شده که بعدش خلاف از او عمل شده، ما وضعیت دیده در صورتی که تمام سوالا و تشویش های ما رفع باشه اشتراک خواهد کردیم، در غیر از او نتانه اشتراک نخواهد کردیم بلکه صدا اعتراض هم خواهد داشتیم. بسیار از نقش یا از بازیگری اصلی پاکستان صحبت کردید در گفتگوهای صلح افغانستان. خب پاکستان هم تایید کرده که بازیگری اصلی در گفتگوهای صلح هست، میگه که یک بخش از طالبان را حاضر ساخته به گفتگو، به میزی گفتگو با امریکا، تسهیلاتی را فراهم ساخته و هدفش نقش یا بازیگری مثبت است. اما شما دیدی متفاوت دارین، چی است؟ خب ما اگر 40 سال گذشته را ببینیم، ما به او دلیل میگیم که پاکستان در منطقه، نه تنها در افغانستان، در منطقه از تروریسم من حیث وسیله کار میگیره، در حالی که ما قربانی تروریسم هستیم. این یک دو دیدگاه کاملا متفاوت است. آیا ما به این نتیجه رسیدیم که پاکستان در آینده از تروریسم من حیث وسیله در منطقه کار نمیگیره؟ کتابال این جواب نیست. برعکس ما فکر میکنیم که اونا تلاش خواهد کردن که در صورت خروج نیروی امریکا یا ناتو از افغانستان من حیث یک قلدر در منطقه عرض اندام کنه. بعضی گروپ های تروریستی که تقریبا اونا به اخفا رفته بودن، اونا شاید فعالتر شوند. من فکر میکنم که تا این وضاحت نبیه ما نمیتونیم که بگویم که پاکستان صادق است. حملات اخیری که در ایران شد انگشت به طرف پاکستان رفت، حملات اخیری که در کشمیر شد انگشت به طرف افغانستان رفت. خود شبکه اقانی که بار بار به سطوح بسیار بلند نظامی های ایالات متحده امریکا و مسئولین استخباراتیشان شبکه اقانی را من حیث یک بازوی توانمند آیسای گفتن. آیا این بازو را اونا میخواین که قطع کنن و بیارن در افغانستان در یک نظام شامل بسازن؟ این سوال است که به او دلیل ما میگیم که ما قربانی تروریسم هستیم، اونا صادر کننده تروریسم است. این بسیار زیاد متفاوت است. شما یکی از علتهای اصلی بدتر شدن روابطتان را با آقای اشرف غنی رئیس جمهور چگونگی برخورد حکومت با پاکستان و روابطش با پاکستان دانستید؟ یک اشتباه کلان رئیس جمهور غنی را بگوین که در برخوردش با پاکستان داشت. اشتباهات زیاد بوده و نمیخوایم دیجا چون باز میشه در بحثای دیگه داشته باشیم، نمیخوایم بر گذشته زیاد برگردیم چون همه مردم افغانستان میدانن که اشتباه کردن، نه تنها رئیس جمهور و تیمش، مشاور امنیت ملی وقتش، در بسیاری مسائل آقای اتمر، در بسیاری مسائل خصوصا در مسائل پاکستان سلام مشوری بسیار نادرست برشان دادن. من یک مثال کوچک میگم، باز شما میتونید. زمانی بود رئیس آیسای افغانستان سفر میکرد، این مسئله ما من حیث کمتر پورت از اونا از ما دیدمون مخفی نگاه داشته شده بود. خب شما رئیس امنیت ملی؟ رئیس ما امنیت ملی بودم. خب آقای اتور برای من قول داد که شما یکی از باغوانای سفارت پاکستان گرفتار کردین که او افغان خود ما بود و سر از اون ما اسنادی داشتیم، از مدت زیاد سرش کار کرده بودیم. با او دلیل رئیس آیسای در افغانستان سفر میکنه اما با خودت نمیبینه و نمیخواه که خودت در مجلس باشی. بعد هم این مسئله رئیس جمهور تایید کرد. من زیاد گفتم که من حیث شخص برای من کدام مشکل نیست، ارگان نهادهای خود شما خودتون ضعیف میسازین. اما متاسفانه قبول نشد، گفتن که ما میخواییم یک صفحه جدید با پاکستان باز کنیم و خودت در این بحث نباش. بعدش آجنده همو بود که به شما گفته شد یا چیزی دیگه؟ نه اصلا اونا بس یک کنیم دو ساعته خود داشتن، دو به دو شیشتن اتمر و ما غایب بودیم از او. حتی من یک مثال هم دادم، گفتم اگر من منحیث رئیس امنیت افغانستان به پاکستان سفر کنم و از نواز شریف خواهش کنم که رئیس آیسای نباشه،
عکس العمل چه خواد باشه. اما متاسفانه یک اشتباه کوچک از اینجا شروع شد. شما فکر کنید بسیار مسائل کلان دیگه بوده که اشتباه بوده. بحث ما بسیار ما بحث ما این بود که با پاکستان یک داد استاد باشه، یک چیز از پیشان بگیریم، یک چیز برشان بده. من میره میخواستم بپرسم که با پاکستان چی باید کرد آقای نبیل که گزینه اول و آخر افغانستان باشه؟ خب اول ما باید بیشتر در داخل خودمون سجم بسازیم، نیروی امنیتی ما باید تقویه شود، ستونی های پنجم پاکستان و ایران و از دیگه کشورها باید از نظام بیرون انداخته شود. طبعا در ارتباط حکومت باید این برنامه مشخص و واضح داشته باشه. ما نمیخواییم با پاکستان یا کشور همسایه وارد جنگ باشیم. هیچ کس نمیخواید با همسایه خود در داخل جنگ باشه. اما این حق باید با خود محفوظ بداریم که از مردم افغانستان، از حق مردم افغانستان با جرأت، با صلابت، با دفاع کنیم. یعنی میمانه نیست که پاکستان کشور مقتدر است. نخیر، ما دید ما پاکستان آسیب‌پذیری های بسیار زیاد خود داره. اما متاسفانه ما بسیار ضعیف شدیم. در غیر از او، خب اگر چنین می بود که هر کشور مقتدر همسایه خود به اصطلاح می بلید، تقریبا دنیا به وضعیت دیگه قرار می داشت. در اوج گفتگوهای قطر که آقای خلیلزاد نزدیک به یک هفته است که به گونه بسیار فشرده و نفسگیر با طالبا گپ می زند در دوحه، وزیر خارجه امریکا میگه که تیم ما با طالبای تروریست در حال گفتگوز در دوحه. چی چیزه بیان میکنه؟ خب قسمی که بیشتر خدمتتان گفتم، همین خودش نداشتن یک پلیسی واضح و منظم بوده. چند روز قبل گفتن که طالبا ای تضمین میده که گروپ های تروریستی از افغانستان، تی تی پی یا مثلا آزادی خواه بلوچ، بالای کشور پاکستان حمله نمی کنه. او وقت اینا رو به عیس یک گروه اختیاردار بس داشتن. اما امروز خودشون تروریست میگن. این خودش یک نشان می تکه اما انگی جدی در این ارتباط وجود نداره. و تا بالا این ما روز اول یک سوال داشتم و سوال می بود که آیا بحث امریکا، ایالات متحده امریکا با طالبا یا پاکستان است که به خروج است یا ماندن است؟ اگر خروج است خوب بسیار چیز مغلق نیست. اگر به ماندن است این هم باید وضاحت داده شود که تا بال هم این سوال متاسفانه جواب ندادن. که حالا پایگاه نظامی بحث بیشتر سر داشتن و پایگاه نظامی است و ایست که خروج کامل است. این وضاحت هم متاسفانه تا بال آقای نبیل، چرا فکر میکنید که طالبا پس از 15، 16 یا 17 سال جنگ هنوز هم میآیند در میزی گفتگو از موضع قدرت گپ میزنند؟ خب من یک جمله کوتاه در ارتباط میگم، باز تفصیل صحبت میکنم. اولی که طالب به نظر من تقویه نشد، ما ضعیف شدیم. ما سکتور امنیتی ما سیاسی شد، پراگندگی سیاسی در سطح یعنی اجماع سیاسی ما تقریبا از بین رفت. مردم عام افغانستان ناراض شدن. مشروعیت، بحران مشروعیت بعد از انتخابات 2014 ما داشتیم، بحران قانونیت داشتیم، بحران اعتماد داریم. این خودش باعث ازی شد که طالب احساس قوت کنه. ما چهار مشکل اساسی داریم و از این چهار مشکلات باید یکی که طالب تا به حالم پناهگاه امن داره. دوم یک میدان بزرگ سربازگیری داره که او مدارس جهادی یا در مجموع مدارس در بعض مناطق پاکستان است که یک تعداد مهاجرین ما داریم، مدارسی که سالانه به یک تعداد زیاد مثلا طالب تولید میکنه با یک انگیزه بسیار خشن و یک فکر بسیار افراطی. این مسئله دوم است. اقتصاد جرمی دستشان است و در پولیش انگیزه برده ندارن در بعض موارد. این چهار باعث شده که طالب احساس کنه که اونا در جنگ دست بالا دارن. سوال آخری در مورد صلح آقای نبیل،
منفی پاکستان که شما دیدگاه‌هایتان را درباره پاکستان گفتین، آیا منطقه هم خواهان صلح در افغانستان هست یا خیر؟ این مربوط به این میشه که ما چگونه این پروسه را مدیریت میکنیم. آیا ما تضمینای در پروسه صلح به ای که طالب نمیاید اینجا به یک چالش بر منطقه تبدیل نمیشه گرفته میتونیم؟ در صورت به نظر ما، در صورتی که بعضی کشورهای همسایه ما را بدانن که طالب به یک چالش تبدیل نمیشه بلکه جزء نظام میشن و مسئله افغانستان یک سمت سوی دیگه ای را میگیره که بیشتر تمرکز برای مسائل داخلی افغانستان باشه، فکر میکنم که صلح به خیرشان است. اما اگر احساس کنن که طالب میاین من حیث یک گروه مزاحم در اختیار یک کشور یا جهت تطبیق کردن اهداف و منافع یک کشور یا یک مفکوره افراطی مسلط میشن، بدون شک اونا هم تلاش خود کردن که وارد یک جنگ نیابتی دیگه شوند. ما شما به یاد داریم که فرزن بحث فاطمیون تا بال بر جایش است، بحث از اینکه یک تعداد طالبا با روسا رابط داره، مسائلی که در 40 سال گذشته متاسفانه باعث پراگندگی و اختلافات بسیار عمیق فکری در جامعه ما شده، جنگ‌های خونینی که صورت گرفته بین تنظیم‌های مختلف، بین گروه‌های مختلف، این آسیب پذیری را ما داریم. به او دلیل بسیار مهم است که ما بیشتر اگر این پروسه موفق میشه و تشویش‌های مردم افغانستان رفع میشه، اجماع منطقوی هم باید جزء پروسه صلح باشه. بیایید اندکی هم به انتخابات بپردازیم. آقای نبیل، شما از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هستید و آستین برزدین برای رفتن به ارگ. انتخابات ریاست جمهوری هنوز هم اطمینان 100% میان مردم نیست که برگزار میشه یا برگزار نخواهد شد. میشه برگزار؟ خب ما خود پروسه موازی روان است، یک پروسه صلح است. ما امیدوار هستیم که در پروسه صلح ما پیشرفت داشته باشیم، چون هم در پروسه صلح فرصت هاست و هم چالش هاست، و همین قسم در پروسه انتخابات هم فرصت ها داریم هم چالش ها داریم، و یه امید یک دیگه واقع شده میتونه. اگر ما یک صلح موفق داشته باشیم که منجر به صلح شوه، منجر به جنگ نشه بلکه منجر به صلح شوه، بعد از اون ما انتخاباتی داشته باشیم، برآمد او انتخابات یک حکومت مقتدر افغانستان شمول خود باشه که او خودش باعث تقویه نظام و یک قدم مثبت خواهد شد. اگر خدای نخواسته ما بحث صلح به درازا میکشه و به نتیجه نمیرسیم، باز در صورت انتخابات یک راه حل هست که ما باید به طرف انتخابات بریم. بازم در انتخابات هم متاسفانه چالش های هست و هم فرصت های هست. فرصتی است که اگر ما بتونیم انتخابات بهتر از 2014 داشته باشیم، مورد قبول مردم افغانستان باشه، تا حدی مشکلات ما کاهش پیدا خواهد کرد، چون در صورت مشروعیت حکومت که از این انتخابات در نتیجه انتخابات بیرون میشه و به قدرت میرسه، مشروعیتش چشم اندازش ما چگونه میبینین آقای نبیل؟ من تابال متاسفانه اراده نیت نیک تابال نمیبینم. خب بعض قدم های مثبت برداشته شده، اما چون مشکلات بسیار زیاد است نمیتونیم این قدم های کوچک ما به یک پیشرفت بزرگ حساب کنیم. انتخاب اخیر کمیشنرا با احترام به شخصیت و جایگاهشان، یک تعدادشان اصلا از انتخابات زیاد آگاهی ندارن. دوم مهم است که ما سیستم اصلاح کنیم. آیا ما به مو سیستم قبلی میریم؟ ما به نظر ما چند چیز دیگه مهم است. ما باید بریم به طرف یک سیستم آنلاین. اگر انتخابات کمی به تعویق میفته، ما باید پیش از پیش مشکلات انتخابات کم کنیم. ناظرین بین المللی باید دی اضافه شود، چون ما دیدیم متاسفانه در غیابت یک بخش مطمئن نظارت انتخابات پارلمانی را ما دیدیم. ما به دلیل از دید مردم سالاری انتخابات خب یک دید است، ما از دید امنیتی به انتخابات آینده می بینم. اگر ما نتانیم انتخابات بهتر داشته باشیم،
فضای بی‌اعتمادی که ما داریم، پراگندگی سیاسی که ما داریم، وضعیتی که طالبا پیش آوردن، پدیده نوی به نام داعش در قسمت افغانستان گویا ظهور کرده که شما دروغین میدانین داعشی که بله. اما در کشتار مردم سهیم هستن یا نامش هر چیز که باشه، اما در کشتار مردم سهیم هستن. در مسئله مهم دیگه هم دید منطقه از نسبت به 2014 به افغانستان متفاوت است. اگر این تهدیدات قبل از قبل ما مهار نکنیم و حکومت انتخابات که بیشتر در مداخله داشته باشه برگزار کنم، من فکر میکنم که ما با مشکل روبرو خواهیم شد. در این روزا بحث حکومت موقت هم مطرح است. دید شما در این باره چی از آقای نبیل؟ من حکومت موقت چند وقت قبلم سوال شد، بدترین و آخرین گزینه میدانم. بدترین به این معنی که ما به هیچ صورت حکومت موقت که او باعث ثبات افغانستان شود یا باعث پیشرفت پیشبرد بهتر امور شود نخواد داشتیم، چون وضعیت منطقه ما فرق کرده، وضعیت افغانستان فرق کرده نسبت به سالهای 2001 و 2002. من این را زیاد به نفع نمیبینم، بلکه یک حکومت بسیار ضعیفه که بیشتر وابستگی به کشورهای دیگه خود داشتیم. بعضی طرح‌ها بعضی مسائل دیگه هم هست که میشه که یکی از گزینه ها باشه. طرح شما یا گزینه خوبتری که شما دارین چی هست؟ خب من این طرح شخصی ماست، از تیم نیست، چون ما با تیم مشوره نکردیم یا با محور مردم افغانستان در ارتباط زیاد به تفصیل صحبت نکردیم. میشه یکی از گزینه هایی باشه که حکومت فعلی تغییر کنه به نام حکومت صلح یا آرنده صلح. در رأس حکومت اشرف غنی بانه و در آینده کاندید نباشه. در بدنه حکومت یک تعداد به خاطر آوردن یک اجماع و در پولیش به خاطر رفع کردن بعضی گلایه و گذاری هایی که حکومت انصاری پیش میاره، یک تعداد کادرهای نخبه از جریان ها و از طرف های مختلف از اقوام مختلف در این شامل شوه، یک شورای از سیاسیون به شمول یک تعداد طالبایی که در افغانستان حضور دارن یا از طریق طالبا معرفی شوه، انتخابات به تعویق بفته، رئیس جمهور فعلی کاندید نباشه، در رأس حکومت باشه به نام حکومت صلح هر چیزی که یاد میشه. در این صورت تقریبا یک رای وسطی میشه، چون طالبا دو چیز بهانه گرفتن که حکومت مشروعیت نداره، ما از حکومت پشتیبانی با حکومت صحبت نمیکنه. و مسئله دیگه که خیلی زاد صاحب هم در مصاحبه خود بار یاد کرد که با اشرف غنی به خاطر صحبت نمیکنه که او خودش یکی از کاندیداست. این یک رای وسط است که ما فرضاً یک سال یک و نیم سال تا وقت صلح بیاریم و دکتر سیب اشرف غنی من حیث قهرمان صلح که جایزه نوبل برش داده شوند و برن پس در یکی از پانتونهای امریکا یا در افغانستان من حیث درس بتن و یک صلحی که بعجله نباشه، صلحی که تقریبا هیچ بهانه دو جای نداشته باشه، یکی از طرحهایی شده میتونه. سوال شاید پیدا شد که مشروعیت از کجا خواهد گرفت. به نظر ما جرگه پیش روی داریم، یکی از طرحهای جرگه میتونه که این شبه که یعنی تقریبا از دو طرف به اگرای وسطی رو انتخاب و مشروعیت از جرگه بگیره، مشروعیت میمند از جرگه بگیره و طبعا اجماع سیاسی در کار باشه، یکی از راههایش است که درست. موقف شما بعد از اول جوزا که دوره کاری حکومت وحدت ملی ختم میشه چی است آقای نبیل؟ با توجه به تصویری که شما دادین احتمال زیادی است که زمان برگزاری انتخابات اندکی و تأخیر. خب در این بحث ما پرسیدیم از یک تعداد حقوقدانا، اصطلاح بسیار خوبی دارن چون ما بخش حقوق، چون این تکرار شده در گذشته. اگر در او وقت در زمان جناب کرزی صاحب
دو بار فکر میکنم تکرار شده. اگر در اون وقت ما اعتراض میشد و در محکمه اعتراض ثبت میشد، باز این اعتراضم معجب بود. آن چیزی که ما از دوستا و بزرگایی که هم با ما در محور هستن هم از بیرون پرسیدیم، حالا اگر همون قضیه تکرار میشه، اما تا 5 سال پوره شدن، خب در اون صورت بعد از اینکه دوره 5 ساله ختم میشه، باز بحث حقوقی و قانونیش بسیار جدی میشه دوام حکومت. پس بعد از اول جوزا حکومت به اساس قانون و چیزی که شما دریافتی نیست که میتونه ادامه بده کارش. آنچه که من از دوستای حقوقدانا شنیدیم بوده که عین مسئله تکرار شده، یعنی قبلا واقع شده، شاید یک تکرار احسن نبوده. خب واقع شده وقتی که، اما زلیت که میگن یک اصطلاح دیگه هم دارن در بحث حقوقی، او اگر او وقت اعتراض میشد، میشد آلی اعتراضم مجدانستان شود. او وقت اعتراض که وسط ثبت شود در ای، باز بیشتر بحث حقوقی است که میشه از خودانا پرسان کنین. ما از دوستا همکارای ما همچین چیزی را بسیار شنیدیم، حتی از بیرون ما پرسان کردیم از دوستایی که در این بخش فعال هستن کار میکنن. اگر انتخابات به دور دو بره که بسیار زیاد احتمالش میره، در کنار کی قرار خواهید گرفت آقای نبیل در صورتی که شما به دور دو راه نیابین؟ اگر راه بیابین خب طبعا شما بشه. ما بسیار عوضانه خود کاندید نکردیم، نه بس حساب شهرت، چون ما میگیم که ما هم درد مشترک مردم هم میدانیم، ما برای دریافت مدعای درد یک درک مشترک ایجاد کرده میتونیم. ما بیشتر روی ارزش ها تاکید میکنیم، نه به تقسیم چوکی ها و قدرت. ما برای وطن یک دیدگاه، یک فکر داریم و بیشتر یک راه حل به اصطلاح ما شما وطنی داریم، به خاطر که ما راه های حل بیرونی را بسیار زیاد امتحان کردیم، از کرملین کپی کردیم، از اخوان المسلمین مصر کپی کردیم، از مدارس پاکستان کپی کردیم و فعلا هم از جامعه پیشرفته غرب کپی کردیم. ما مشکلات ما حل نشد. میبینیم که کی میتونه با او ارزشا با ما هماهنگی کنه، نه به نام چوکی. خب حالا ما در دوری دو رفتیم، 5 چوکی رو برای یک همکار ما بتیم، در چوکی رو به دیگه همکار ما، او بحث است که اصلا ما در او وارد نشدیم. ما بحث ما روی راه های حل دراز مدت به افغانستان است، نه به کوتاه مدت. ما دیدیم راه های حل کوتاه مدت ائتلاف های سیاسی که در یک ماه تغییر میکنه، موقف تغییر میکنه، مثلا دوست و دشمن تغییر میکنه، رقیب و دوست تغییر میکنه. ما با او زیاد اعتقاد نداریم، ما برای یک حل منطقی بر افغانستان. آقای رحمت الله نبیل، بسیار تشکر از وجودتان در این گفتگو. لطفتان بخیر باشید. سلامت باشید. بخیر باشید.